بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تجمع شیعیان هزاره مهاجر در واشنگتن، صدای مظلومیت و دادخواهی برای حقوق بشر. هشدارها درباره تأثیرات جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد جهانی و قیمت نفت. هاروارد پروژه نوین برای بررسی ابعاد جهانی تحولات اسلامی شیعه آغاز کرد. و انتشار کتابی در رابطه با زندگی امیرالمومنین علیه السلام در دانشگاه ییل. وقت شما بخیر. در روز دوشنبه ششم اکتبر جمعی از هزارهای مقیم خارج از کشور در واشنگتن دی سی با برپایی یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در مقابل کاخ سفید به نسل کشی هزارها در افغانستان توجه جامعه بین المللی را جلب کردند. این تجمع با هدف دادخواهی از حقوق بشر و رساندن صدای مظلومیت این قوم به گوش دولت آمریکا و سازمان ملل برگزار شد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. روز دوشنبه 6 اکتبر جمعی از هزارهای مقیم خارج از کشور در واشنگتن دی سی در مقابل کاخ سفید گرد هم آمدند تا در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز توجه جامعه جهانی را به نسل‌کشی هزارها در افغانستان جلب کنند. این تظاهرات که با هدف دادخواهی از حقوق بشر برگزار شد، تلاش داشت صدای مظلومیت این قوم را که سالها تحت سرکوب و خشونت قرار گرفتند به گوش جهانیان، به ویژه دولت آمریکا و سازمان ملل متحد برساند. تجمع کنندگان با حمل پلاکاردها و سر دادن شعارهای علیه نسل‌کشی همبستگی خود را با قربانیان این جنایات ابراز کردند و تأکید کردند که ادامه سکوت جامعه جهانی می تواند به افزایش خشونت و بی‌عدالتی علیه هزارها منجر شود. تجمع کنندگان از نهادهای بین المللی خواستند که نقش مؤثرتری در توقف این خشونت ها و حمایت از هزارها ایفا کنند. هدف اصلی این تظاهرات برجسته کردن ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه نسل‌کشی و تضمین حقوق انسانی و کرامت هزارها در افغانستان بود. همچنین این تجمع نشان دهنده افزایش حساسیت و دغدغه‌های جامعه جهانی نسبت به وضعیت هزارهاست و انتظار می‌رود که صدای آنها به گوش مقامات بین‌المللی برسد و اقدامات لازم در حمایت از این قوم مظلوم انجام شود. گفتنی است که مشابه این تجمعات در چند کشور دیگر نیز توسط مهاجران افغانستانی برگزار شده و این تجمعها نشان دهنده افزایش حساسیت و دغدغه‌های جامعه جهانی نسبت به وضعیت هزارهاست. به گزارش تصویری که دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، از مقابل کاخ سفید در رابطه با این گزارش و تجمع برای ما فرستاده توجه فرمایید. در اینجا تعداد زیادی از هزارها گرد هم جمع شدند که ندای توقف نسل‌کشی هزارها را از دولت آمریکا در پالوی قصر سفید درخواست کردند که امروز لایف در اینجا ما به شما نمایش میگذاریم که اینا آمدن میخواین که توقف نسل‌کشی را از دولت آمریکا و کسانی که کمک برای طالبان میکنه و فاندهای میلیونی و 40 میلیونی در هفته برای طالبان اهدا میکنه، برای از اونا ما این پیام برسانیم که توقف که بتن فند که برای طالبان داده میشه به طالبان دوررست. و در اینجا گرد هم جمع شده تمام هزارهای دیاسپورای واشنگتن دی سی گرد هم جمع شده که از دولت آمریکا و از جهان تقاضا کنه که
توقف نسل کشی را در افغانستان به رسمیت بشناسه و نسل کشی هزاره ها را در افغانستان به رسمیت بشناسه و این نسل کشی را متوقف بسازه و شکل عاجل و آنن و ضروری این را توقف بسازه و به طالبان میگویند که بشناسید به رسمیت بشناسید جنساید هزاره ها را. مرگ بر طالبان سر میدهند و میگویند که نه به طالبان و طالبان نمیگویند. این افراد در اینجا گرده هم جمع شدند و من ایسی دیاسپرای هزاره برای دادخواهی از مردم هزاره در جهان آمدن. امروز به روز یاد بود و یا خاطره 25 سپتامبر این تظاهرات که هفته بعدیش انتخاب کردند در اینجا برگزار کردند که تا بتانند ای نسل کشی را در جهان متوقف بسازند. و همونطور که قطعنامه 501 ABA American Bar Association در جهان یک پیام بسیار بزرگ را داد، گفته بودند باید هزاره ها را از زیر نسل کشی نجات داد و نسل کشی 100 چند سالی هزاره ها را متوقف ساخت و این کشتار و بیرحمی را علیه هزاره ها متوقف ساخت. تشکر. بله، با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، بابت ارسال این گزارش تصویری. بینندگان محترم، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دادگاه کیفری مرکزی عراق یک تبعه عراقی را که ماهانه 40,000 دلار به گروه سنی های تندروی داعش کمک مالی می کرد به حبس ابد محکوم کرد. این فرد از طریق فعالیت‌های تجاری جعلی به تأمین مالی تروریسم پرداخته و مبالغ مذکور را به داعش منتقل می‌کرده است. شورای قضایی عراق اعلام کرده که این حکم با استناد به مواد قانونی مبارزه با پولشویی و قانون مجازات‌ها صادر شده است. این حکم بخشی از تلاش‌های عراق برای مقابله با تأمین مالی تروریسم در کشور است. گردشگران مسلمان از رستوران‌های حلال در کیوتو که غذاهای معروف ژاپنی را با مواد حلال تهیه می‌کنند استقبال زیادی کردند. یک رستوران تازه افتتاح شده در منطقه شیجو کاواراماچی مجهز به نمازخانه، فضای آرام برای مسافران مسلمان فراهم کرده است. این مکان به نیازهای گردشگرانی پاسخ می‌دهد که با چالش یافتن غذاهای حلال در ژاپن مواجه هستند. طبق گزارش سازمان ملی گردشگری ژاپن، در سال گذشته حدود 1,000,000 گردشگر از کشورهای مسلمان نشین مانند اندونزی به ژاپن سفر کردند. بر اساس گزارش یونیسف، 60% از کودکان پاکستانی تا سن 5 سالگی سرشماری و ثبت نمی شوند. حدود 60,000,000 کودک در این کشور ثبت رسمی نشده اند که مشکلاتی مانند محدودیت دسترسی به آموزش، بهداشت و افزایش خطر کار کودکان و ازدواج زود هنگام را به همراه دارند. دلایل اصلی این وضعیت طولانی بودن پروسه ثبت و هزینه های بالای آن است. پاکستان اکنون دارای بالاترین تعداد کودکان ثبت نشده در جهان است. فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تا پایان سال جاری 2,000,000 مهاجر فاقد مدرک از ایران اخراج خواهند شد. احمد رضا رادان به مهاجران غیرقانونی مهلت داده تا پایان سال به کشورهای خود بازگردند. بر اساس آمارهای رسمی 90% مهاجران خارجی در ایران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها بدون مدارک معتبر در این کشور اقامت دارند. این تصمیم بخشی از تلاش‌های دولت ایران برای مدیریت ورود و حضور مهاجران غیرقانونی است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال گذشته 0.3979 افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش نابرابری اقتصادی است. بر اساس این آمار 20% از جمعیت با بالاترین درآمد
47.5% از کل درآمدهای کشور را به خود اختصاص دادند. در مقابل 20% از جمعیت با کمترین درآمد تنها 59% از درآمدها را در اختیار دارند. این شکاف درآمدی وسیع نشان دهنده تمرکز ثروت در میان اقشار بالای جامعه و افزایش نابرابری های اقتصادی است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال 1402 حدود 26% از جوانان 15 تا 24 سال نه در حال تحصیل بودند و نه به دنبال شغل یا مهارت آموزی. از جمعیت 2.8 میلیون نفری جوانان بدون فعالیت 928 هزار نفر مرد و 1.895 میلیون نفر زن هستند. این وضعیت نشان دهنده چالشی جدی در زمینه اشتغال و آموزش جوانان کشور است که می تواند تأثیرات اجتماعی و اقتصادی بلند مدتی داشته باشد. مطالعات جدید نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی به افزایش خشونت علیه زنان کمک می کند. محققان رابطه نگران کننده بین شوک های آب و هوایی مانند طوفان و سیل با افزایش خشونت ها شناسایی کردند. استرس، ناامنی غذایی و ناکافی بودن سرپناه های امدادی در بلایای طبیعی از عوامل اصلی تشدید این مسئله هستند. این نتایج تأکید می‌کنند که بحران‌های اقلیمی علاوه بر تخریب محیط زیست، پیامدهای اجتماعی و انسانی جدی مانند افزایش خشونت علیه زنان به همراه دارد. صندوق بین‌المللی پول IMF، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی WHO بر سر یک استراتژی مشترک برای تقویت آمادگی در برابر همه‌گیری‌ها توافق کردند. این همکاری به کشورها اجازه می‌دهد با کمک مالی IMF، حمایت فنی بانک جهانی و کمک‌های فیزیکی WHO تهدیدات همه‌گیری را شناسایی و مدیریت کنند. تدروس آداهوم مدیر کل WHO تاکید کرد که همه‌گیری کووید 19 نیاز به منابع مالی جدیدی برای تقویت سیستم‌های بهداشتی و آمادگی بهتر در برابر بحران‌های آینده را برجسته کرده است. با تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیرات آن بر بازارهای جهانی، کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که گسترش جنگ می‌تواند به افزایش قیمت نفت و ایجاد بحران‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی منجر شود. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد واکاوی قرار داده که با هم می‌بینیم. در پی افزایش تنش‌ها و گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه، کارشناسان اقتصادی و سیاسی نسبت به پیامدهای جدی این تحولات بر اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی هشدار دادند. گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز به بررسی تأثیرات احتمالی این درگیری‌ها بر قیمت نفت و اقتصاد جهانی پرداخته و تأکید کرده است که ادامه این روند می‌تواند به کاهش شدید عرضه نفت و افزایش بی سابقه قیمت ها منجر شود. با آغاز جنگ در نوار غزه، تحلیلگران استراتژیک پیش بینی کردند که این درگیری ها ممکن است به جنگی گسترده تر تبدیل شود و اختلالاتی جدی در جریان عرضه نفت به وجود آورد. یکی از تحلیلگران اقتصادی سابق در شرکت سیتی، تینا فورتهام، خاطرنشان کرد که سرمایه گذاران در ابتدا به تحولات خاورمیانه توجه چندانی نداشتند، اما با تشدید درگیری ها نگرانی ها در بازارها افزایش یافت و بسیاری از سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن‌تری روی آوردند. در این میان قیمت نفت خام نیز با 2% افزایش مواجه شد که ناشی از نگرانی های مربوط به توقف احتمالی جریان نفت در پی ادامه جنگ است. علاوه بر این، سیاستگزاران اقتصادی به ضرورت تمرکز بر روندهای اصلی بازار بدون تأثیر پذیری از شوک های ژئوپلیتیکی اشاره کردند.
صندوق بین المللی پول نیز هشدار داده است که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای شدیدی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. هرچند قیمت کالاهای اساسی تاکنون از اوج‌های قبلی خود فاصله گرفته است. دانشگاه هاروارد از طریق دانشکده الهیات خود پروژه‌ای تحقیقاتی با عنوان شیعه و امور جهانی راه اندازی کرده است. این پروژه به بررسی ابعاد مختلف و فرامرزی تحولات اسلامی شیعه در دنیای معاصر می‌پردازد. تحقیق بر کنش‌ها و فعالیت‌های مختلف تشیع و تحولات دینی و سیاسی در خاورمیانه متمرکز است و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط با حرکات شیعی را تحلیل می‌کند. با توجه به برخی از رخدادها در یمن، سوریه و عراق، حرکات و کنش‌های شیعه به عنوان عامل مؤثری در صحنه جغرافیایی سیاسی منطقه ظاهر شدند. در این کنش‌ها شیعیان اثناعشری، زیدی، علوی و دیگر گروه‌های مذهبی در تحولات سیاسی خاورمیانه نقش داشتند. این پروژه همچنین به تأثیرات جهانی این تحولات و مسائل امنیت بین المللی، سیاست خارجی و بازارهای جهانی انرژی می‌پردازد. دانشگاه هاروارد با این ابتکار به دنبال ارائه یافته‌های تحقیقاتی جدید است که به درک بهتر نقش روبه رشد اسلام با نگاه شیعی در سیاست جهانی کمک کند. کتاب وارث النبی زندگی امام علی علیه السلام نوشته حسن عباس در مارس 2021 توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شد. این اثر به بررسی زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام به عنوان یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ اسلام می‌پردازد. این کتاب با روایت داستان زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام از آغازین سال‌های اسلام تا شهادت آن حضرت به توصیف چالش‌ها و دستاوردهای آن امام بزرگوار در مسیر نهادینه‌سازی اسلام می‌پردازد. در این کتاب تأکید شده که علی‌رغم تلاش‌های دشمنان برای تصویر کردن آن حضرت به عنوان عامل و مسبب انشقاق، تاریخ نشان دهنده شجاعت و روحانیت اوست. این کتاب با استفاده از نقشه‌ها، جدول‌های خانوادگی و تصاویر رنگی ابعاد مختلف زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام را به تصویر می‌کشد. فصول ابتدایی کتاب به شرایط دشوار مسلمانان در آغاز اسلام و نقش امیرالمؤمنین علیه السلام در حمایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌پردازد و سپس به تحلیل چالش‌های سیاسی و دینی پس از رحلت پیامبر می‌پردازد. در نهایت این اثر به بررسی تأثیر مستمر امام علی علیه السلام در دنیای معاصر و اهمیت آموزه‌های آن حضرت در ترویج ارزش‌های صلح و عدالت می‌پردازد. حسن عباس با تحقیقات گسترده‌ای در مناطق مختلف به این نتیجه می‌رسد که تعالیم امام علی علیه السلام امروز نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داد کودکان در غزه به دلیل درگیری‌های شدید با چالش‌های پس از نسلی روبرو خواهند شد. در سالگرد حملات وحشیانه اسرائیل به نوار غزه، کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف روز گذشته با اشاره به تلفات خانواده‌ها و آوارگی‌ها و همچنین تداوم تلفات خانواده‌ها گفت: اگر واقعاً به غزه از چشم یک کودک نگاه کنید، یک منظره جهنمی است. آنها از اتفاقی که می‌افتد بسیار آسیب دیدند. حتی اگر بتوانیم مواد غذایی بیشتری را در آنجا تهیه کنیم، آسیبی که این کودکان متحمل می‌شوند، چالش‌های مادام العمر و حتی بعد از نسلی را برای آنها به همراه خواهد داشت. مدیر یونیسف درباره آخرین حملات نظامی اسرائیل در لبنان نیز اظهار داشت: سرعت و شدت آن تکان دهنده است و دستیابی به حدود 1 میلیون آوار در آنجا را برای ما چالش برانگیز می‌کند. رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت حملات اسرائیل به لبنان قوانین بین المللی را نقض کرده است. فیلیپو گراندی رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد که به لبنان سفر کرده است در این باره گفت بسیاری از حملات اسرائیل به لبنان قوانین بین المللی را
نقض کرده است. این مقام سازمان ملل همچنین خواستار برقراری آتش بس فوری شده و از قول آوارگان لبنانی که در یک مدرسه ساکن هستند گفت که آنها بیش از هر چیز برای بازگشت امن به خانه های خود محتاج توقف حملات هوایی رژیم صهیونیستی هستند. نخست وزیر لبنان پیش از این گفته بود بیش از 1 میلیون نفر در این کشور بر اثر حملات رژیم صهیونیستی آواره و محتاج کمک رسانی هستند. جمعی از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل از وضعیت نگران کننده حقوق بشر در کشورشان خبر داده و خواستار اقدام فوری شدند. آنها به طور خاص به بازداشت‌های خودسرانه، ربایش و ناپدیدسازی فعالان توسط طالبان اشاره کردند. در این نامه بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی، مورد انتقاد قرار گرفته که بدون هیچ اتهامی به دست طالبان ربوده شده است. فعالان یادآور شدند که در دوران طالبان محدودیت‌های شدیدی بر آزادی‌ها از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمت‌آمیز وضع شده و زنان و دختران به شکل نامناسبی آسیب پذیر هستند. آنها تاکید کردند که بر اساس منشور سازمان ملل این نهاد باید به حفاظت از حقوق بشر و حقوق افراد در مناطق بحران زده متعهد باشد. در پایان فعالان یاد شده از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را افزایش داده و هر گونه نقض را به شورای امنیت گزارش کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تجمع شیعیان هزاری مهاجر در واشنگتن، صدای مظلومیت و دادخواهی برای حقوق بشر. هشدارها درباره تأثیرات جنگ در خاورمیانه بر اقتصاد جهانی و قیمت نفت. هاروارد پروژه‌ای نوین برای بررسی ابعاد جهانی تحولات اسلامی شیعه آغاز کرد. انتشار کتابی در رابطه با زندگی امیرالمومنین علیه السلام در دانشگاه ییل. جنگ اسرائیل باعث آسیب روحی مادام العمر به کودکان غزه شده است. حملات اسرائیل به لبنان نقض آشکار قوانین بین المللی است. و نامه سرگشاده فعالان مدنی به دبیر کل سازمان ملل، توجه فوری به نقض حقوق بشر در افغانستان. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولی کل فرج یا علی، خدایا رو نگهدارتون.